به درس دوم خیاطی خوش آمدین. امروز ما امی خودتون بان القیره که قیچی کده بودیم، امروز میخواییم ایره دوخچه بر شما آموزش بدیم. شما دیدین که ما کمربند قیچی کردیم و این قسمت ای قسمت های ازیر تمامش قیچی کردیم و دهن پاچه استک و این قسمت بالایش استک. خب ابتدا کار که میکنیم، شما دیدین ما دو دانه کمربند قیچی کردیم. ابتدا اینی قسمت کمربند کمک گام میزنیم به خاطر از اینکه امی خود مابین کمربند معلوم دار باشه. ببینین مابین کمربند معلوم دار باشه. بعد ما کمربند به این شکل میدوزیم این قسمت شه و همچنان ببینین خودتون بانه امی قسمت را که ما قطع کده بودیم از قسمت کنجش ایره به این شکل ما میدوزیم. ببینین به این شکل ایرون به این شکل میدوزیم و دیگه هم به این شکل از طرف چپه میدوزیم و وقت که ایره دوختیم بعدا ما به شما نشان میدم که به چی شکل ما این قسمت ها را مکمل از این قسمت تا این قسمت پلید میدیم و از این قسمت تا این قسمت. خوب دوستا ببینین ما کمربند دوختیم به این شکل، ببینین دوخته شد و همچنان حال ما کمربند به این شکل میمونیم و این قسمت تنبان هم ما دوختیم ببینین و این را به این شکل راسته میکنیم و حالا ما چی کار که میکنیم ببینین این قسمت هم مکمل ما پلیت میدیم و این قسمت هم پلیت میدیم و متوجه باشین وقتی که این قسمت رو پلیت میدیم باید روی پلیت این طرف باشه و وقتی که ما این طرف پلیت میدیم روی پلیت باید این طرف باشه و ما پلیت خدا یک قسمت به این قسمت چون ما قسمت ما بین نشانی کردیم این قسمت باید مکمل پلیت اینجا بیه و این قسمتش کس مکمل به این قسمت بیه. خب ابتدا ما از این طرف پلیت شروع میکنیم. ببینید ابتدا کار که میکنیم این قسمت ها که مکمل که به این قسمت پیش داخل میبریم و بعدا تکر به این شکل میمونیم و یک پنجره در پنجره در خانه شما پیدا میشه، پنجره میگیریم و به این شکل ایره به این شکل قاط میکنیم و از این قسمت که شما نشانی کردین ایره قاط میکنین و بعد این ایره وقتی قاط کردین ایره خب پلیت شد درست میکنین به خاطر که پلیت ها یک برابر بیه و بعد این ایره به این شکل سوزن میزنین. ببینید سنجاق به این شکل میزنین تا پلیت بسته شود و به این شکل دیگه شم تا آخر ما ایره به این شکل پلیت میدیم تا زمانی که این قسمت فقط کم تکبانه و مکمل این قسمت پلیت میدیم و روش این طرف باید باشه و این مکمل به این شکل ما پلیت میدیم و سنجاق زده میریم. زمان که ما ایره تمام شد سنجاق زدیم بعدا ما ببینیم بربر بندازی از این ما ایره سنجاق زدیم و حال ایره ما میدوزیم و وقتی که ما ایره بدوزیم ببینیم پاچه دیگه شد دوختم به این شکل میشه. ببینیم از قسمت راسته فقط ایره یک رو اینه میقسم میدوزیم به بیرقم فقط یک رو ماشین میکنین و ببینیم وقتی که ما ایره بسته کنیم به این شکل میشه و شما هر قدر تکیتان زیاد باشه و القیش خودتان بخواین زیاد بدین و ما اندازه یک قسمتش القیی میایه. خب وقتی که ایره دوختیم بعدا ما ببینین این به اندازه عزیز مکمل مکمل به اندازه شستک وقتی که ما کمربند بدوزیم در یک کمربند مکمل در این قسمت فقط اینم یک طرف میه و طرف دیگه در این قسمت میه. خب حال ما ایره که سنجاق زدیم ایره هم بدوزیم و بعدا ما به شما استبدگیش نشان میدم باید چی کنیم. خب دوستا ببینید ما این قسمت رو دوختیم این پلیت شم دوختیم و از پاچه دیگه شم پلیت شد دوختیم و حالا ما کار که میکنیم ببینید این
طرف چپش باید این طرف باشه و طرف راستش این قسمت میمانیم و بعدا این پاچه دگره چپ هم میمانیم و ببینید خشتک هم روی خشتک به این قسم این قسمت ما میدازیم این قسمت میدازیم بعدا ما کمربند شه وقتی گیر دوختیم بعدا این راسته میکنیم کمربند به این شکل به این شکل میمانیم و تا آخر کمربند میدازیم و همین کمربند دوختیم خلاص شد بعدا ما این قسمت بسته میدازیم ببینید این قسمت هم به این شکل ما میدازیم و کمربند هم بالایش میباشم و کملی را میدازیم و بعدا مستب دیگر به شما میگم که شکل میدازیم خب دوستا ببینید ما قسمت کمربند شد دوختیم این قسمت نیفیشه و این قسمت هم دوختیم کمربند شد خود از این پلیتا و بعد از اینکه ما این را دوختیم بعدا ما این را به این شکل راسته میکنیم راسته نمیکنیم به شکل میکنیم و بعدا ببینین این قسمت پاچایش هم میدازیم این قسمت از این قسمت میدازیم به این طرف و از این قسمت به این طرف میدازیم و اگر شما خواستین میتونین این قسمتش دیگه تا کم رنگش پرتین و همچنان فیته بگیرین و قسمت نیفش هم میتونین دیگه تا کم پرتین هر قسم خودتان خواسته باشین فیتای مقبول باشه میتونین فیتای دبل بگیرین و این قسمت هم لاشتک میدازیم لاشتک خیاط دارین آسان است خب دوستا ببینین را تنبان کاملا آماده است و من این قسمتش تکی دیگر رنگ دادم که به این میخونه و همچنان اگر شما خواسته باشین از امی تکه میتونین در این قسمت شما بتینی بسیار مقبول میشه و این تنبان ها کس کت جمپر هم پوشیده میشه تقریبا پتلون شکل است من ایفم در این طرف ها کت به جمپر هم میپوشم بسیار مقبول معلوم میشه و دیگه ای که شما میتونین فیته بتین و هرچی خوشتان بیه و اگه که دب ما خوشتان آمد من ایره لایک کنین و با دوستایتان شیر کنین تا اونا هم امی طریقه را آموزش ببینن و همچنان ایره اوتو کنین بخاطر از این وقتی ما ایره اوتو انوز اوتو نکنیم اوتو کنین یه القای شیوش با سعی اوتو شو مکمل القدار میشه مکمل تنبان القی میشه خب خدا کنه که یک چیزی یاد گرفته باشین و اگر کدوم سوال داشتین میتونین از طریق کامنت از ما بپرسین